به نام دادار دادستان قبلا به شما عزیزان وعده داده بودم که راجع به یک دکتر متقلب برای شما صحبت کنم این داستان رو برای شما میگم تا متوجه بشید عناصر خودسر و عقده‌ای در پلیس امنیت که با جعل و تقلب شخصیتشون زیر سوال رفته چطور و با چه شیوه های زشتی قصد دارن به ما آسیب برسونن واقعا میشه از روش یه فیلم سینمایی درست کرد موضوع از دو سال قبل شروع میشه که ما خونه این آقا رو اجاره کردیم وقتی رفتیم توی اون خونه از همون اول آثار تقلب و سنبلکاری خودش رو نشون داد کابینت آشپزخونه قسمت مربوط به سینک ظرفشویی داشت از هم وا میرفت این در حالی بود که هنوز سه هفته هم نبود که ما رفته بودیم اونجا متاسفانه از MDF قلابی استفاده کرده بودن اینا برای اینکه از کار بدزدن و با قیمتی خیلی کمتر سر و ته MDF آشپزخونه رو هم بیارن دو صفحه نئوپان رو میان به صورت دستی به هم میچسبونن و یک روکش ملامینه هم روش میکشن چند روز بعد دیدیم کولر گازی هم از کار افتاد یک کولر اوراق قدیمی بود که حداقل 15 سال کار کرده بود اما مهمتر از همه این که اون خونه بوی گاز میداد این یک ایستگاه تقلیل فشار گاز پشت اون ساختمون بود که نشتی گازش وارد اون خونه میشد من از کارشناسان شرکت گاز تقاضا دارم برید اونجا مقدار گاز رو اندازه بگیرید ببینید واقعا قابل سکونت هست یا نه به خصوص وقتی که دو سه ساعت شما میرید بیرون در و پنجره ها رو میبندید وقتی که از بیرون میایید تو عمق فاجعه رو بهتر احساس میکنید وقتی میخوان خونه رو اجاره بدن که همیشه هم تو فصل تابستونه در و پنجره ها رو باز میذارن کولر رو هم روشن میکنن شما چیزی احساس نمیکنید اینجوری سر مردم کلا میذارن علاوه بر همه اینها این دکتر متقلب یک شرخر هم داره که هر وقت میخواد سر مردم رو کلاه بذاره اون شرخر رو با خودش میبره تا با ترسوندن مردم کسی جرأت حرف زدن نداشته باشه یه شرخر لات و بیتربیت که قیافه شبیه اینه البته خیلی قناستر و چکش خورده تر کله بزرگ پاهای کوتاه تمام بدنش هم خالکوب هرچه به این دکتر متقلب زنگ می زدیم که راجع به کولر گازی و کابینت آشپزخانه بهش توضیح بدیم جواب تلفن رو نمیداد اصلا ناپدید شده بود خودش میدونست چه دست گلی به آب داده من هم از روی ناچاری چند تا اسمس بهش دادم خواهش کردم بیا تکلیف کولر گازی و اون کابینت رو روشن کنه که ظاهرا خوشش نیومده بود چند روز بعد اون شرخرش زنگ زد گفت آقای دکتر رفته اروپا این خونه هم مال منه دیده بود حالا ما چند بار بهش گفتیم آقای دکتر احترام گذاشتیم خودشو باخته بود گفتم حالا خونه مال هر کسی هست لطف کنید بیاد اینا رو درستش کنید دیدم اون شرخرش با بیادبی تمام و با لحن چاله میدونی گفت نه درست نمی کنیم همینیه که هست خلاصه این دکتر متقلب یک سال ناپدید بود و جواب ما رو نمیداد آخر سال کم کم سر و پیدا شد و ظاهرا از توهم سفر اروپا بیرون اومده بود بدون اینکه اصلا به روی خودش بیاره که چی شده و چرا جواب نمیداده حالا به زور اصرار میکرد شما باید بمونید توی اون خونه البته میگو باید 200 میلیون دیگه هم بدید همینجا بمونید که ما قبول نکردیم دلیل اصلیش هم گفتم اون خونه بوی گاز میداد که برای سلامتی خیلی خطرناک بود قرار بود روز پنج شنبه هفت مرداد اسباب کشی کنیم و این دکتر متقلب قرار بود ساعت نه صبح اونجا باشه تا ساعت ده صبر کردیم نه باربری اومد نه این دکتر متقلب به باربری زنگ زدیم دیدم ای ای ما اشتباه رفتیم مقصد یعنی بدون اینکه اساس ما رو بار بزنن کامیون رفته بود خونه جدیدی که ما قرار بود بریم دیدم گفت اشتباه شده الان میایم پیش شما زنگ زدیم به این دکتر متقلب معلوم نبود اون روز چی زده بود که لول لول بود دیدم گفت آقا ما وقت نداریم من اگه بیام اونجا اسباب شما تو کامیون نباشه ال کنم بل میکنم شروع کرد به پرحرفی کردن خلاصه آقا با یک ساعت و نیم تاخیر اومد شروع کرد به حرافی کردن بدون اینکه به روی خودش بیاره چرا یک سال ناپدید شده گفت پوله رو گازی رو شما خراب کردید کابینت آشپزخونه رو هم شما خراب کردید من اصلا دهنم باز مونده بود خلاصه پنج میلیون از پول ما کم کرد بابت سنبلکاری خودش و حق بازی خودش بنده متوجه شدم علاوه بر اینکه دنبال پوله داره بیخود پرحرفه میکنه و داره وقت رو تلف میکنه اما هنوز متوجه نبودم منظورش از این تلف کردن وقت چیه مرتب هم با بیتربیتی میگفت الان میگم فلانی بیاد منظورشون شرخرش بود انگار مثلا میخواست لولو خورخورک سراغ ما بفرسته هدف این بود که اونجا شر درست کنه وقت بگیره چند هفته بعد از اینکه از اونجا رفتیم و اومدیم تو خونه جدید این دکتر متقلب شرخرش رو وادار کرده بود زنگ زده میگه اون پنج میلیون کافی نبوده شما باید یک و نیم میلیون دیگه هم بدید و مهمتر از این همه این که گفت اگه ندید من آدرس خونه شما رو دارم میام به زور ازتون میگیرم البته شرخر این دکتر متقلب راست میگفت آدرس خونه ما رو داشت اما شما فکر میکنید آدرس رو از کجا آورده بود همین چند لحظه پیش به شما گفتم که روز اسباب کشی چه بلایی سر ما آورد و وقتی به این دکتر متقلب زنگ زدیم گفت اگه کامیون اونجا نباشه علم میکنم بل میکنم ما وقت نداریم آقا در مورد اون باربری هم که گفتم بهی زنگ زدیم گفت ما اشتباهی رفتیم مقصد در حقیقت اشتباهی در کار نبود اون لحظه که آقا میگفت آقا ما وقت نداریم خودش پیش باربری بود خودش پیش کامیون باربری بود یعنی با اون باربری ساخت و پاخت کرده بودند اینا با کامیون این دکتر متقلب را برده بودند خونه جدیدی که قرار بود ما بریم با دروغ و تقلب این آقا یعنی صابخونه جدید ما رو شست و شوی مغزی داده بودند که با همکاری هم پدر ما رو در بیارن. برای همین بود که این دکتر متقلب روز اسباب کشی داشت با رود درازی آمدانه وقت رو تلف میکرد تا بانک تعطیل بشه و کار انتقال پول به این آقا صورت نگیره و اسباب و اساس ما بیرون بمونه یعنی این دکتر متقلب اونقدر ای و گستاخ بوده که ما رو دنبال کرده ببینه ما کجا میریم تا بتونه به ما آسیب بره. آخر ماهواره با ما, ما بد تا کردی ما ما چی ما بری بد بس نشه اچھا سلام میکنی جواب نمیدی ما تشریف بیاین ما حضوری پیشان نشون میدم خوبه حالا چیزی که فردا است خب الان ایشون که آقا میگه ما ورم قاطی اصلا فیشه بکش بیرون یزی تمام شد من گفتم ده بار گفتم اصلا اون سیمو بنداز پایین خب آقا ما ببین اصلا من بی... تو ببین نه نشد حرفی این جواب نشه اصلا تو بهش میسمیش من میدم حرفی

از همون بنگاهی که میریم تحت تعقیب هستیم و مرتب نقشه میکشند که چطوری میتونند به ما آسیب برسونند روزی که ما رفتیم بنگاه قرار شد یک بیانه بدیم بابت خونه که ما گفتیم این پول مختصر پیش بنگاه باشه تا بعد کارامون رو انجام بدیم جالبه که بنگاه قبول نکرد گفت این پول رو باید به این آقا بدید همین که ما پول رو به حساب این آقا ریختیم اون آقای بنگاهدار قولنامه رو گذاشت جلوی ما دیدم زیرش با خودکار نوشته بود این آقا هر وقت خواست خونش رو بفروشه شما نباید مخالفت کنید ما اینقدر پخمه بودیم که باز هم به چیزی شک نکردیم گفتیم شاید این آدم حساس یه شاد قبلا گرفتار آدمایی بدی شده اما بعد فهمیدیم که اینا از همون اول قصد آزار و اذیت داشتن داشتن زیر پای خودشون رو محکم میکردن راجع به این آقا و بلایی که داشت قبلا سر ما می چند ماه پیش براتون مفصل صحبت کردم نشون دادم که چطور میخواست با نیرنگ و تقلب وانمود کنه که ما اینجا پول شارژ نمیدیم داشت ذهن همسایه ها رو شستشو میداد هدف این بود که اول توی این ساختمون ما رو با چند نفر درگیر کنه ذهنیت بدی پیش بیاره بعد این دکتر متقلب اون شرخرش رو بفرسته پیش این آقا و ایشون هم اون شرخر رو تحت عنوان خریدار خونه بیاره به ما نشون بده ما هم مجبور بودیم اجازه بدیم بیاد توی خونه ما رو ببینه بعد هم بلوا و آشوب بپا کنه بگه ای 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 اینا ای 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 همونه که پول ما رو خورد ممکنه بعضیا بگن خب اینا مسائل شخصیه برای همه پیش میاد اما همانطور که دیدید مسئله شخصی نیست کار این افراد کاملا سازماندهی شده است این همه هماهنگی بین افراد مختلف یعنی بین این آقا بین این یکی بنگاه، بانک و دیگران نمیتونه باشه مگر اینکه افرادی عقده‌ای و خودسر در پلیس امنیت مجوز این کارهای زشت و خطرناک رو به اینها داده باشند همون افراد خودسری که قبلا مرتکب جل و تقلب شدن و شخصیتشون زیر سوال رفته اینجا باید خطاب به آقای محمد نصیرپور بگم که آقای محمد نصیرپور این آدمایی که به جان من میدازی واقعا چه سنخیتی با من دارن این آقا نه هم کلاس منه نه هم سن منه نه هم فکر منه من نمیدونم چطور به خودش جرأت میده بیاد مزاحم من بشه این یکی درسته یه تحصیلاتی داره اما به شدت حراف و بیتربیت یه رودی راستم تو شکمش نیست به هر حال به جای این کارا من بهت توصیه میکنم توبه کنی دست از شرارت برداری من نمیدونم تو چطور شباس سر راحت زمین میذاری اون نونی که به بچت میدی فکر میکنی واقعا حلاله حلال نیست آه من بالای سرت تا وقتی که این کسافتکاری ها رو کنار